به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود خدمت تمامی مخاطبین عزیز فرادرس بنده عارف سورابی هستم کارشناس ارشد مهندسی هوافضا گراش پیشانش و برای آموزش آیرودینامیک دو در خدمت شما هستم همانطور که میدونید زندگی مدرن روز به روز در حال پیشرفت است و ما برای سفرهای طولانی از پرواز استفاده میکنیم در سال 1930 مسافرین خطوط هوایی از هواپیماهایی مثل فوکر استفاده میکردند این هواپیما مسافت نیویورک تا لس آنجلس رو در طی 36 ساعت طی کرد اما از سال 1936 داگلاس dc 3 دقیقا مسافت همین هواپیمای فوکر یعنی از نیویورک تا لس آنجلس رو در طی 17 ساعت طی کرد اما از سال 1955 به بعد داگلاس dc 7 که یک هواپیمای پیشرفته و با موتورهای پیستونی بود مسافت نیویورک تا لس آنجلس رو فقط در طی 8 ساعت طی کرد و توجه کنید که هواپیمای فوکه به ترتیب 11 بار و داگلاس دی سی تری، 3 سه بار و داگلاس dc 7 بدون توقف مسیر نیویورک تا لس آنجلس رو طی میکرد حالا امروزه ما هواپیماهای مثل بوینگ 777 جدید داریم که یک هواپیمای پرسرعت است. این هواپیما مسافت نیویورک تا لس آنجلس رو فقط در طی 5 ساعت طی می‌کنه. این ما دارای سرعت 83 سالم سرعت سر و موتورهای اون دارای تراس 330 کیلو نیوتونی هستند. در واقع آیرو دینامیک دو مواد به جریان های پرسرعت است و به طب اون ما دارای جریان تراکم پذیر خواهیم. یک مثال کاربردی از جریان تراکم پذیر موتور جت هست که ما در بخش های مثل دهانه ورودی، کمپرسور و محفظه اعتراق و نازل و فن یا همون اگزاز ما جریان تراکم پذیر خواهیم. در این شکل شما میتونید بخش های مختلف یک موتور جت رو ببینید هم از اینتیک یعنی ورودی کمپرسور و محفظه اعتراق و بخش اگزاست همونطور که اشاره شد ما با جریان های پرسرعت سر و کار داریم وقتی اکسام یا وسایلی در حال پرواز فراسوتی باشند پیرامون این اکسام امواج ضربه شکل میگیره شما در این دو تصویر میتونید دو جنگنده رو مشاهده کنید که پیرامون هر کدوم از اونا امواج ضربه شکل گرفته برای آشنایی بیشتر با امواج ضربه فرض کنید یک جنگنده با سرعت خیلی بالا از بالای سر ما عبور میکنه ما صدای شکست شدن دیوار صوتی رو میشنویم صدای شکست شدن دیوار صوتی در واقع نتیجه همین امواج ضربه ای هست در این آموزش ما ابتدا یک مرور اجمالی بر روی ترمودینامی خواهیم داشت سپس با استخراج فرم‌های انتگرالی معادلات بقا برای جریان‌های غیر لزج و جریان‌های های تراکم پذیر جریان یک بودی رو تحلیل می‌کنیم جریان یک بودی شامل امواج ضربه قائم شوک‌های مایل و امواج انبساطی هست سپس سراغ جریان شپ یک بودی میریم که برای تحلیل جریان درون دیفیوزرها نازل‌ها و تونل های باد مورد نیاز هست رو تحلیل می کنیم و در پایان معادلات بقا به فرم دیفرانسیلی برای جریان های ترخونپذیر و غیر لزج رو استخراج می کنیم چون ما برای تحلیل جریان ناپایدار و جریان های چنبودی و همچنین حرکت موج غیر دامی نیاز به استفاده از معادلات بقا به فرم دیفرانسیلی داریم و در پایان معادلات پتانسیل سرعت رو تحلیل می و چند مثال در این رابطه حل مسائل دینامیک سیالات مهندسی تا قبل از قرن بیستم مربوط به جریان سیالات سرعت پایین بود. در این جریانات از معادله برنولی استفاده می شود که از دقت خیلی خوبی برخوردار بود. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی جریان ما تبدیل به یک جریان تراکم پذیر شده که در این جریان مقدار چگاری ما دیگه ثابت نیست و ما نمیتونیم از معادله برنولی استفاده بکنیم. برای تعریف تراکمپذیری سیال المان سیال زیر رو در نظر بگیرید به جوانه به این المان فشار پی وارد میشه حال اگر مقدار این فشار به اندازه دی پی افزایش پیدا بکنه المان سیال ما به اندازه دی متراکم میشه و رابطه تراکمپذیری سیال به صورت زیر تعریف میشه رابطه تراکم هنوز دقیق نیست به این علت وقتی که یک گاز متراکم میشه دمای اون گاز افزایش پیدا میکنه و افزایش این دما بستگی به این داره که چه مقدار حرارت به این گاز داده میشه یا از اون گرفته میشه و در نتیجه اگر رابطه تراکم پذیری رو در یک دمای ثابت تعریف بکنیم به رابطه زیر میرسیم همچنین اگر المان سیالی که متراکم میشه به صورت آدیواتیک متراکم بشه و از مکانیزم های کننده مانند لذت و پراکندگی صرف نظر بشه تراکم پذیری آیزنتروپیک تعریف میشه که رابطه اون به صورت زیر هست و تفاوت این رابطه با رابطه تراکم پذیری همدما در اینه که این تراکم پذیری در یک آنتروپی ثابت هست مثال هایی از تراکمپذیری پذیری مانند تراکمپذیری پذیری آب در فشار یک اتمسفر که برابر با 5 ضرب در 10 به منفی 10 متر مربع بر نیوتن و تراکمپذیری پذیری هوا در فشار یک اتمسفر برابر با 10 به منفی 5 متر مربع بر نیوتن هست. همونطور که دیدید تراکمپذیری پذیری هوا بسیار بیشتر از تراکم پذیری آب است. برای تکمیل تعریف تراکمپذیری پذیری سیال رابطه این زیرو در نظر بگیرید. اگر ما از رابطه جرم مخصوص و حجم مخصوص استفاده بکنیم و اون رو در رابطه تراکم پذیری قرار بدیم به رابطه زیر میرسیم. دی رو برابر است با رو تاو در دی پی. در جریان های سرعت بالا ما گرادیان های فشار زیادی داریم. حالا این جریان میتونه مایع باشه یا گاز. همونطور که گفتیم تراکم پذیری گاز ها بسیار بالا و تراکم پذیری مایات بسیار کم هست. و در نتیجه اگر ما این مقادی رو در این رابطه قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که گازها تراکم پذیر هستند و مایعات تراکم ناپذیر هستند مثال جریان است سرعت پایینی از هوا را رو روی بال یک هواپیما در شرایط استاندارد سطح دریا در نظر بگیرید سرعت جریان آزاد در جلوی بال برابر با 100 مایل بر ساعت هست و جریان روی بال شتاب میگیره و به حد سرعت خود یعنی 150 مایل بر ساعت روی نقطه از بال میرسه. حال درصد تغییرات فشار بین این نقطه و جریان آزاد چقدر است؟ با توجه به اینکه مقادیر سرعت مقادیری پایین هستند از معادله برنولی استفاده می‌کنیم و نقطه یک در جریان آزاد و نقطه دو در روی بال فرض میشه. مقدار چگالی هوا در شرایط استاندارد سطح دریا برابر با این مقدار هست که اون بر حسب بر فوت مکعب نوشته شده. همچنین مقادیر سرعت رو تبدیل باید می کنیم و اونا رو بر حسب فوت بر ثانیه می اگر این مقادیر رو در رابطه برنولی قرار بدیم، اختلاف فشار بین نقطه اول و نقطه دوم برابر با 31.8 پوند بر فوت مربع میشه. حال برای به دست آوردن درصد تغییرات فشار بین این دو نقطه، کسر تغییرات فشار رو می‌نویسید. در نتیجه، درصد تغییرات فشار برابر با 1.5 درصد میشه. توجه کنید که مقدار P1 همون مقدار فشار در شرایط استاندارد سطح دریا هست. با توجهی که درصد تغییرات فشار 1.5 درصد شده و مقدار خیلی کمی هست، جریان‌های سرعت پایین رو می‌تونیم تراکم ناپذیر فرض کنیم. ما باید با رژیم های مختلف جریان تراکم آشنا بشیم. ابتدا جریان زیر صوتی. این شکل رو در نظر بگیرید. در بالا دست این ایرفوید جریان یک نواخته و سرعت جریان آزاد برابر با وی اینفینیتی است. عدد ماخ جریان آزاد به این صورت تعریف میشه که نسبت سرعت جریان آزاد به سرعت صوت جریان آزاد هست. و همچنین عدد ماخ محلی رو داریم که با مقادیر محلی سرعت و سرعت صوت تعریف میشه در اینجا رژیم زیرصوتی رو مشاهده میکنیم که عدد ماخ جریان آزاد همواره کمتر از 8 دهم است در این رژیم خطوط جریان به صورت ملایم و پیوسته تغییر میکنند به عبارت دیگه جریان از قبل نسبت به وجود این جسم آگاه است اگر عدد ماخ جریان آزاد زیرصوتی باشه ولی به اندازه کافی نزدیک یک باشه انبساط جریان روی ایرفویل باعث به وجود آمدن مناطقی از جریان فراسوتی میشه که در این شکل این منطقه فراسوتی رو مشاهده میکنید توجه کنید که در این محدوده یک موج ضربه ای هم شکل میگیره حال اگر عدد ماخ جریان آزاد یک مقدار بیشتر از یک بشه موج ضربه ای به سمت لبه انتهایی ایرفویل حرکت میکنه و یک موج ضربه دیگه در لبه حمله ایجاد میشه که به بوشاک معروف است. اگر یک میدان جریان داشته باشیم که عدد ماخ در تمامی نقاط بیش از یک باشه به با عنوان یک جریان فراسوتی تعریف میشه. یک جسم گوهی رو در نظر بگیرید که در رژیم جریان فراسوتی قرار داره. همونطور که میبینید یک شوک مایل به نوک گوه متصل شده. وقتی که جریان از این شوک عبور میکنه خطوط جریان به صورت ناپیوسته تغییر میکنه همچنین اگر عدد ماخ جریان آزاد به مقادیر خیلی زیادی افزایش پیدا بکنه جریان ابرصوتی رو خواهیم داشت یا هایپرسونیک فلو در اینو جریان شوک ضربه یا موج ضربه‌ای به سطح نزدیک میشه و میدان جریان بین این موج و جسم بسیار داغ میشه آنقدر داغ میشه که باعث تجزیه یا یونیزه شدن گاز میشه. در این بخش یک مرور بر روابط ترمودینامیکی که در فصلهای آینده کارور دارند خواهیم داشت. گاز کامل گازیه که نیروهای بین مولکولی در آن قابل صرف نظر کردن هست. معادله حالت یک گاز کامل رو میتونیم از مفاهیم تئوری مکانیک آماری یا تئوری جنبشی به دست بیاریم. که همونطور میدونید معادله حالت به این صورت هست یعنی PV مساوی با MRT در این رابطه فشار بر حسب نیوتن بر متر مربع حجم بر حسب متر مکعب و جم بر حسب کیلوگرم یا اسلای و ثابت ویژه گاز رو داریم که بر حسب ژول بر کیلوگرم درجه کلوین میتونه باشه و دما رو داریم نهایتاً که بر حسب درجه کلوین یا درجه رنکین میتونه باشه معادله حالت رو میتونیم به شکل‌های مختلفی بنویسیم مانند نو مساوی با RT و این شکل PV مساوی است با N در R بار در T. در این مدل N معرف تعداد مول سیستم و آربار ثابت جهانی گازها هست و این شکل رو داریم که P مساوی است با رو در R در T و این شکل از معادله گاز کامل که رابطه بالا رو تقسیم بر تعداد مول‌های سیستم کردیم و به این رابطه رسیدیم. و نهایتا این فرم از معادله گاز کامل که PV مساوی است با اتا در آربار در تی که در این معادله اتا برابر با نسبت مولی جرمی هست. همونطور که میدونیم گاز مجموعه‌ای از ذرات با حرکت تصادفی هست. هر ذره میتونه شامل چندین فرم انرژی باشه مجموع تمام این انرژی ها رو با E نشون میدیم رابطه آنتالپی به این صورت تعریف میشه یعنی H مساوی است با E علاوه P انرژی داخلی و آنتالپی تابعی از فشار دما و حجم هستند این معادلات برای گازهای حقیقی و ترکیب شیمیایی گازهای کامل صادق هستند اگر یک گاز داشته باشیم که این گاز واکنش شیمیایی نداشته باشه و بشه از نیروهای بین مولکولی صرف نظر کنیم به این سیستم گاز کامل حرارتی میگوییم در این حالت انرژی داخلی آنتالپی و گرماهای ویژه تابعی از دما هستند همچنین اگر گرماهای ویژه ثابت باشند سیستم را گاز کامل کالریک مینامیم در نتیجه انرژی داخلی برابر است با Cv وی در تی و آنتالپی برابر است با Cp پی در تی و با استفاده از این دو رابطه و تعریف آنتالپی به این رابطه می‌رسیم یعنی Cp پی منهای Cv برابر است با آر گرماهای ویژه هی ثابت و فشار ثابت به صورت زیر تعریف میشن یعنی CP برابر است با روند H به روند T و CV برابر است با روند E به روند T همچنین نسبت CP به CV رو داریم که اونو با گاما نشون میدیم و برای هوا در شرایط استاندارد برابر با 1.4 چهار است با توجه به این تعریف CP برابر میشه با گاما R تقسیم بر گامای منهای یک و V برابر میشه با R تقسیم بر گامای منهای یک. قانون اول ترمودینامیک در اینجا شکل ساده شده ی قانون اول ترمودینامیک رو می میکنیم. یک سیستم رو در نظر بگیرید که مقدار حرارت دلتا کیو به این سیستم وارد میشه. همچنین دلتا دبلیو رو برابر با کار انجام شده روی سیستم از طرف مویی در نظر بگیرید. به دلیل حرکات مولکولی گاز سیستم یک انرژی داخلی داره حرارت اضافه شده و کار انجام شده باعث تغییر انرژی سیستم میشن و در نتیجه برای یک سیستم دلتا کیو بلا به علاوه دلتا دبلیو مساوی میشه با دی ای برای یک مقدار مشخص دی ای بی نهایت فرایند مختلف وجود داره که در اونها حرارت به سیستم اضافه و کار بر روی سیستم انجام میشه. سه نوع از این فرایندها ها عبارتند از فرایند آدیاباتیک که هیچ حرارتی به سیستم داده نمیشه یا از اون گرفته نمیشه. و فرایند بعدی که فرایند بریش پذیر هست که از مکانیسم های مستحلی کننده صرف نظر کردیم مثل لزجت و پراکندگی. و فرایند آیزنتروپیک رو داریم که فرایندیه که آدیاباتیک و برگشت وزیره. برای یک فرایند برگشت پذیر دلتا دبلیو برابر میشه با منفی پی دی وی. در نتیجه قانون اول ترمودینامیک تعدیل میشه به دلتا کیو منهای پی دی نو مساوی با دی ای. برای تعیین کردن جهت وقوع یک فرایند از آنتروپی استفاده میکنیم. به این صورت که دی اس برابر میشه با دلتا کیو تقسیم بر تی در این رابطه تی دمای سیستم و دلتا کیو حرارتیه که به صورت برگشت پذیر به سیستم داده شده این فرمول در واقع تغییر آنتروپی رو بر حسب مقدار حرارت برگشت پذیر تعریف میکنه رابطه بهتر برای تغییر آنتروپی به این صورت است دی اس ای برابر با دلتا کیو تقسیم بر تی به علاوه دی اسی که در اثر پدیده های برگشت ناپذیر ایجاد میشه مثل لزجت توجه کنید که دلتا کیو در این رابطه مقدار حرارتیه که به صورت واقعی به سیستم داده شده مقدار آنتروپی ناشی از پدیده های برگشت ناپذیر همواره بزرگتر از صفر است. تصاوی برای حالت برگشت پذیر استفاده میشه. در نتیجه دی اس بزرگتر مساوی میشه با دلتا کیو تقسیم بر تی اگر فرایند آدیاباتیک باشه دلتا کیو مساوی با صفر است و معادله بالا به این صورت در میاد یعنی دی اس بزرگتر مساوی با صفر. توجه کنید که این دو شکل های قانون دوم ترمودینامیک هستند. قانون دوم ترمودینامیک به ما میگه که فرایند در چه جهتی انجام میشه و در این فرایند باید آنتروپی افزایش پیدا بکنه یا در بهترین حالت ثابت بمونه. قانون اول ترمودینامیک رو در نظر بگیرید. یعنی دلتا کیو منهای پی دی نو مساوی با دی ای. اگر فرض کنیم انتقال حرارت به صورت برگشت پذیر باشه از تعریف آنتروپی داریم دلتا کیو مساوی است با تی دی اس با جایگذاری در قانون اول ترمودینامیک خواهیم داشت تی دی اس برابر است با دی ای مساوی با پی دی نو همچنین با استفاده از تعریف آنتالپی به رابطه زیر می رسیم یعنی تی دی اس مساوی است با دی اچ منهای نو دی پی در نهایت اگر گاز رو گاز کامل کالریک فرض بکنیم میتونیم تغییر آنتروپی رو بر حسب گرماهای ویژه هشت ثابت و فشار ثابت به دست بیاریم که در این رابطه تغییر آنتروپی برابر است با سی پی در ln تی 1 به تی یک منهای آر ln پی به پی اک. و در این رابطه تغییر آنتروپی برابر است با سی وی تی به تی یک منهای آر ال ان وی به وی 1 فرایند آیزنتروپیک رو به صورت یک فرایند آدیاباتیک و برگشتپذیر تعریف کردیم یعنی دلتا کیو مساوی با صفر و تغییرات آنتروپی حاصل از پدیده های برگشت هم صفر در نظر گرفتیم در نتیجه دی اس مساوی میشه با صفر. دلتا کیو مساوی با صفر معرف همون آدیاباتیک بودن فرایند هست و دی اس مساوی صفر در این حالت یعنی تغییرات انتروپی ناشی از پدیده های برگشت ناپذیر مساوی با صفر اگر از این فرضیات استفاده بکنیم و در معادلات قبلی بذاریم به معادله زیر میرسیم یعنی P2 به P1 برابر میشه با رو 2 به رو 1 به توان گاما مساوی با T2 به T1 به توان گاما به گامای منهای یک. برای مثال قصد داریم تراکمپذیری آیزنتروپیک رو برای هوا در فشار نیم اتمسفر محاسبه کنیم. رابطه تراکمپذیری آیزنتروپیک رو در نظر بگیریم. اگر از رابطه جرم مخصوص و حجم مخصوص استفاده بکنیم و اونو در رابطه تراکمپذیری آیزنتروپیک قرار بدیم به این رابطه میرسیم. یعنی تراکم آیزنتروپیک برابر میشه با یک تقسیم بر رو در روند رو به روند پی تغییرات فشار و چگالی در یک فرایند آیزنتروپیک توسط این رابطه به دست میاد میتونیم اینو به صورت پی مساوی با سی در رو به توان گاما بازنویسی کنیم که سی یک عدد ثابته حال اگر این رابطه رو در رابطه بالا قرار بدیم یعنی از اون مشتق بگیریم این مشتق برابر میشه با گاما در p تقسیم بر رو حال با جایگذاری این نسبت در رابطه تراکم آیزنتروپیک تراکم آیزنتروپیک ما برابر میشه با یک تقسیم بر گاما در پی با جایگذاری مقادیری که داریم مثلا گاما که برای هوا یک و دام هست و مقدار فشار که نیم اتمسفر هست مقدار تراکم پذیری آیزنتروپیک ما به دست میاد یک ممیز چل و ضرب در ده به توان منفی پنج متر مربع بر نیوتن. نیروی آیرو دینامیکی که به یک سطح منتقل میشه از دو منبع سرچشمه میگیره. فشار سطحی و تنش برشی سطحی. یک ایرفویل با عرض واحد در نظر بگیرید. S رو برابر با فاصله شده از دماغ ایرفویل فرض کنید. به طور کلی فشار سطحی و تنش برشی سطحی توابعی از S هستند. یک المان سطح دی S در نظر بگیرید که فشار P عمود برون و تنش برشی مماس برون هست. حال بردار عمود بر سطح رو تعریف میکنیم که برابر است با بردار یک در اندازه دی S و نیروی دیفرانسیلی دی F که روی دی S عمل میکنه برابر میشه با منفی پی در بردار سطح دی اس علاوه تنش برشی در بردار یکه ام در دی اس و علامت منفی به علت اینه که بردار سطح به سمت خارجه ولی فشار به سمت داخله پس در نتیجه یک علامت منفی باید در اینجا قرار بدید نیروی آیرو دینامیکی که به کل جسم اعمال میشه برابر میشه با منفی انتگرال سطح پی دی اس تنش برشی در بردار یکه در دی اس در این رابطه این انتگرال بیانگر نیروی فشاری روی جسم و دومین انتگرال بیانگر نیروی ناشی از تنش برشی و استکاک هست. معلفه های وای و ایکس نیروی اف به ترتیب لیفت و درگ هستند. عامل اصلی لیفت توزیع فشار سطحی در نتیجه نیروی لیفت برابر میشه با منفی انتگرال سطح پی در بردار دی اس. اما در نیروی درک هم فشار و هم تنش برشی در مقدار نیروی درک دخیل هستند یعنی نیروی درک برابر میشه با منفی انتگرال سطح پی دی اس علاوه تنش برشی در بردار یک ای ام در دی اس توجه کنید که در رابطه لیفت مؤلفه وای فشار سطحی و در رابطه ی درک مؤلفه ایکس فشار سطحی باید استفاده بشن همچنین در نظر داشته باشید که در این آموزش ما جریان های غیر لزج رو بررسی می کنیم. در نتیجه قادر به محاسبه درگ ناشی از تنش بارشی نیستیم. فصل دوم فرم های انتگرالی معادلات بقا برای جریان های غیر لذج. میدان جریان روی یک جسم فرضی رو در نظر بگیریم. قصد داریم خواص میدان جریان یعنی فشار، دما، سرعت و چگالی رو محاسبه کنیم. به این علت که اگه قادر به این کار باشیم میتونیم مشخصات روی سطح جسم رو حساب کنیم و در نتیجه میتونیم نیروهای آیرودینامیکی و حتی نرخ انتقال حرارت رو حساب کنیم. جسم مورد نظر ما ممکنه یک موشک یا یک زیردریایی یا حتی ممکنه یک آسمان خراش باشه. مشخصات میدان جریان رو میتونیم با استفاده از معادلات جبری انتگرالی یا دیفرانسیلی که فشار دما و چگالی رو به هم ارتباط میدن به دست بیاریم. برای به دست آوردن این معادلات پایی باید ابتدا از قوانین بنیادین فیزیکی استفاده بکنیم. سپس این قوانین فیزیکی رو برای یک مدل مناسب جریان به کار ببریم. و در پایان معادلات ریاضی رو استخراج کنیم. یک نوع از مدل های جریانی رو که میشه استفاده کنیم حجم کنترل محدوده. میدان جریان زیر رو در نظر بگیریم که در اون یک حجم بسته V با سطح جانبی S وجود داره و بهش حجم کنترل میگیم. این حجم کنترل میتونه ثابت باشه یا همراه با جریان حرکت کنه. با اعمال اصول فیزیکی بر این مدل فرم انتگرالی معادلات پایه‌ای به دست میان و با کمی تغییرات میتونیم به فرم‌های دیفرانسیلی برسیم. مدل بعدی المان کوچک سیال هست. المان سیال با حجم دی را در نظر بگیرید. این المان میتونه ثابت باشه و جریان ازش عبور کنه یا همراه با جریان حرکت کنه در این مدل هم با اعمال قوانین بنیادین فیزیک روی این المان معادلات دیفرانسیلی به دست میان معادله پیوستگی اصل فیزیکی حاکم بر پیوستگی اینه که جرم نه ایجاد میشه و نه از بین میره این اصل رو برای یک حجم کنترل ثابت در یک میدان جریان به کار میبریم نقطه B و المان سطح DS رو در نظر بگیریم این برداری عمود بر سطح و بردار سطح به این صورت تعریف میشه دبی جرمی گذرنده از هر المان هم برابر با رو وی کوسینوس تتا در دی اس. که مساوی میشه با رو وی دی اس که وی و دی اس اینجا مقادیری برداری هستند وی کوسینوس تتا هم مؤلفه عمود بر سطح سرعت هست دبی جرمی خالص ورودی به حجم کنترل که سطح اس عبور میکنه برابر با منفی انتگرال سطح رو وی دی اس در این رابطه علامت منفی نشون دهنده اینه که جریان به حجم کنترل وارد میشه جرم کل حجم کنترل برابر با انتگرال حجم رو دی وی که نرخ تغییر جرم در حجم کنترل نهایتاً برابر میشه با روند بروند انتگرال حجم رو دی وی حال با استفاده از اصل فیزیکی که میگه دبی جرمی ورودی به حجم کنترل باید برابر باشه با نرخ افزایش جرم داخل حجم کنترل در نتیجه معادله ریاضی که از این از استخراج میشه به این صورت منهای انتگرال سطح رو وی دی مساوی با روند به روند تی انتگرال حجم رو دی ای وی این معادله برای تمامی جریان ها یعنی جریان های تراکم پذیر تراکم ناپذیر و لزج و یا غیر لزج به کار میره معادله مومنتوم اصل فیزیکی حاکم بر مومنتوم به این صورت است که نرخ زمانی تغییر مومنتوم یک جسم برابر است با برایند خالص نیروهای وارد شده به اون. اگر این اصل رو به صورت برداری بنویسیم تبدیل میشه به DMV به DT مساوی با F که به ازای جرم ثابت F مساوی میشه با حاصل به مقدار ج در مقدار شتاب. این رابطه شکلی از قانون دوم نیاتونه. حال میخواهیم این قانون دوم نیوتون رو روی حجم کنترل مورد نظرمون اعمال کنیم ابتدا نیروهای روی حجم کنترل رو در نظر میگیریم با توجه به حس فیزیکی به دو دسته نیروهای جسمی و سطحی میرسیم نیروهای جسمی مانند نیروهای وزن و الکترومغناطیسی به داخل حجم سیال اثر میکنند با صرف نظر از جزئیات اثباتی نیروی جسمی کل برابر میشه با انتگرال حجم رو اف در دی ای وی که اف بادی فورس و در واحد جرم سیال تعریف میشه ما کل نیروهای سطحی که داریم ناشی از فشارند در نتیجه نیروهای سطحی برابر میشن با منفی انتگرال سطح پی دی ایس. در پایان کل نیروهای منتقل شده به حجم کنترل برابر است با مجموع نیروهای جسمی و نیروهای سطحی که به صورت زیر نشونش دادیم. حالا اگر بخوایم قانون دوم نیوتن رو کاملتر بکنیم باید نرخ خالص جریان مومنتوم گذرنده از سطح S رو داشته باشیم که اونو با A1 آی نشون میدیم و برابر با انتگرال سطح رو V DS در V. در حالت کلی ما یک جریان غیردامی داریم که مشخصات جریان در هر نقطه با زمان تغییر میکنه. در نتیجه مومنتوم سیال داخل حجم کنترل با زمان نوسان میکنه آد نماینده این نوسانات مومنتوم میگیریم که برابر با انتگرال حجم روند رو وی به روند تی در دی وی در پایان معادل این مومنتوم به فرم انتگرالی به دست میاد که اونو در زیر مشاهده میکنید توجه کنید که این معادله برای سیال غیر لزج به کار میره یعنی اثر استکاک وجود نداره اگر هم وجود داشت فقط یک نیروی سطحی به معادله اضافه میشه. معادله انرژی اصل فیزیکی انرژی میگه انرژی نه تولید میشه و نه از بین میره بلکه از فرمی به فرم دیگه تغییر میکنه. توجه کنید که این اصل شامل قانون اول ترمودینامیک هم میشه. ما باید قانون اول ترمودینامیک رو روی حجم کنترل اعمال کنید. با این کار B1 رو خواهیم داشت که برابر با نرخ حرارت اضافه شده به سیال داخل حجم کنترل از طرف محیط و B2 نرخ کار انجام شده روی سیال داخل حجم کنترل و نهایتا B3 که برابر با نرخ تغییر انرژی سیال وقتی از حجم کنترل عبور میکنه و ما از قانون اول ترمودینامیک داریم B1 B2 مساوی با B3 قبل از استخراج معادله انرژی مخاطبین عزیز در جریان باشید که در این آموزش سعی شده از اثبات‌های ریاضی صرف نظر شده و به جای این موارد به معادلات نهایی و کاربردی و همچنین نکاتی که در آیرودینامیک دو حیاتی هستند پرداخته بشه. ابتدا B1 یعنی نرخ حرارت تبادل شده بین سیار و محیط رو در نظر بگیرید که برابر با انتگرال حجم کیودات رو کیودا در این رابطه نرخ حرارت منتقل شده در واحد جرم به حجم کنترل. حال بیدو یعنی نرخ کار انجام شده روی سیار رو در نظر بگیرید که مجموع نرخ کار انجام شده روی سیار ناشی از نیروهای فشاری و نرخ کار انجام شده ناشی از بادی فورس ها هست و نهایتا بی سه برابر با مجموع نرخ انرژی گذرنده از سطح کنترل و نرخ تغییر انرژی درون حجم کنترل ناشی از تغییرات متغیرهای جریان با توجه به اصل فیزیکی انرژی و قانون اول ترمودینامیک معادله انرژی به فرم انتگرالی برای سیال غیر لزج به صورت زیر خواهد بود این رابطه در واقع همان B1 بلاوه بی دو مساوی با بی سه هست توجه کنید که این معادله شامل پدیده های زیر نیست یعنی نرخ کار محوری انجام شده و نرخ کار حاصل از تنش های بارشی و همچنین حرارت منتقل شده ناشی از هدایت حرارتی و دیفیوژن در این آموزش جریان های غیر لزج بررسی نشن. در نتیجه هیچ گونه هدایت حرارتی و یا دیفیوژن و یا حتی کار انجام شده توسط تنش های بارشی وجود ندارد یکی از کاربردهای مهم معادله مومنتوم محاسبه نیروی رانشه. دو عامل اصلی در تولید نیروی رانش توزیع فشار و تنش برشی هستند که توزیع فشار نقش غالب تری دارد پیشانه جت تصویر زیر رو در نظر بگیرید این پیشانه از یک کانال تشکیل شده که هوا وقتی از سمت چپ وارد میشه ابتدا فشرده و سپس احتراق انجام میگیره و بعد از انبساط با صورت وی اگزیت از خروجی این کانال خارج میشه فشار داخل پیشانه رو با پی آی و فشار خارج پیشانه رو با پی اینفینیتی نشون میده. برای انده نیروی اعمال شده به موتور با توجه به رابطه نیروی آیرودینامیکی روی کل و صفحه نظر از تنش برشی برابر میشه با منفی انتگرال سطح پی دی اس. علامت منفی همونطور که میدونید به این دلیل که جهت بردار سطح به سمت بیرونه و خلاف جهت فشاره. با توجه به تقارن جریان و موتور نیروی F در جهت X خواهد بود که اگر رابطه بالا رو ساده سازی کنین به این رابطه میرسید تراس برابر میشه با منفی انتگرال PI DS منهای انتگرال PI اینفینیتی DS برای محاسبه این دو انتگرال باید از معادله مومنتوم استفاده بکنید جریان داخل حجم کنترل رو پایدار و بدون بادی ها فرض می کنید. و معادله مومنتوم به رابطه زیر تبدیل میشه. همونطور که گفتیم به علت تقارن از معلفه x معادلات استفاده میکنیم. در نتیجه این معادله مومنتوم به این صورت ساده میشه که میشه انتگرال رو v دی اس v x مساوی با منفی انتگرال p دی اس. با ساده سازی سمت چپ این معادله این معادله برابر میشه با دبی جرمی ورودی در سرعت جریان ورودی منهای دبی جرمی خروجی در سرعت جریان خروجی و در پایان رابطه ای تراس یا نیروی رانش به دست میاد یعنی مقدار تراس برابر میشه با منفی دبی جرمی ورودی در وی اینفینیتی به علاوه ای ام اگزیت در وی اگزیت به علاوه ای پی اگزیت منهای پی اینفینیتی در آی اگزیت توجه کنید که سمت راست معادله تراست یعنی این قسمت حاصل انتگرال سمت راست معادله مومنتومه مثال یک هواپیمای توربوجت رو که با سرعت 300 متر بر ثانیه در ارتفاع 10 کیلومتر پرواز میکنه در نظر بگیرید جرم مخصوص و فشار جریان آزاد به ترتیب 0.414 کیلوگرم بر متر مکعب و تقریبا 27 کیلو پاسکار هست سطح مقطع ورودی و خروجی موتور توربو جت رو به ترتیب دو متر مربع و یک متر مربع در نظر بگیرید. همچنین سرعت و فشار گازهای خروجی هم 500 متر بر ثانیه و تقریبا 23 کیلو پاسکال و نسبت دبی جرمی سوخت به هوا برابر با 5 سالمه. نیروی رانش موتور رو باید حساب کنید. ابتدا دبی جرمی ورودی رو حساب میکنیم که ما چگالی جریان آزاد صورت جریان آزاد و آی این رو داریم و مقدار دبی جرمی ورودی ما به دست میاد حال برای اینکه دبی جرمی خروجی رو حساب کنیم باید توجه کنید که وقتی در موتور جت دبی جرمی وارد میشه در داخل حجم کنترل یک مقدار جرم اضافه میشه که این جرم اضافه در واقع همون مقدار سوخت ما هست پس دبی جرمی خروجی ما برابر میشه با یک بلاوه پنج سدم دبی جرمی ورودی. و سپس در رابطه تراس مقادیری رو که به دست آوردیم جایگذاری میکنیم و مقدار تراسمون به دست میاد که برابر میشه با تقریبا 53 کیلو نیوتن.